خب اومدیم در سلاید دیگه. ایره خواندیم اک نمو ایده اولی خواندیم اک What is quality of service. ایره خواندیم آل مایم اک سر یک توپیک دیگه، یک موضوع دیگه که کدام بالای کدام مشخصات ترافیک quality of ابرزار quality of service تاثیر گذار است. بالای کدام مشخصات ترافیک quality of service یا ابزار quality of service تاثیر گذار است. به چی مانا؟ به این مانا وقتی که تو quality of service کنفیگر که در راوترت یا class of service کنفیگر که در switch ایده متوجه باشی که بالای بندوت تاثیر گذار است، بالای delete تاثیر گذار است، بالای جتر تاثیر گذار، پاکت لاس تاثیر گذار، پیار کلش متوجه باشی که تا بالای از یا تاثیر گذار از زمانی که تو quality of service کنفیگر کردی یا class of service کنفیگر کردی در switch. خب حالا میریم هر کدام از زیر میخوایم تشریح میکنم براتون که کدام این بندوت یعنی چی و the quality of service بندوت چی مانا میتم. خب میریم در سلاید دیگه، این در سلاید دیگه آمدیم. این سلاید میگه که بندوت، خب بندویت اصلا چی است؟ بندویت خود بندویت میگه bits per second. bits per second با چی مانا؟ با شما قلم بگیرم. خب این قلم گرفتم، با شما رنگش هم تغییر بتم به رنگ چرخمی، به رنگ شیرچایی. خب گفتیم bits per second عبارت از بندویت است. اینجا چیز دیگه هم نشته کرده، میگه clock rate. من با clock rate هم براتون معلومات میتونم که چی از clock rate. خب bits per second با چی مانا؟ میگه که صفر یا یک، هر کدام از یک بت است، هر کدام از یا یک بت است. در چند چقدر bits، اینمی صفر یک یا یک یا صفر صفر یا یک یک، یا در یک سکند در یک لینک، در یک فیزیکال لینک یا کیبل یا انترفیس میگذارم. خب باش که من برتانی رو پاک کنم. مثلا داریم اینجا یک راوتر، راوتر ما خراب میه، یک راوتر اینجا داریم، یک راوتر اینجا داریم. در مثال برتان واضح می سازم شه. اینجا در بین جای یک فیزیکال لینک هست. خب اینجا ما یک انترفیس داریم که عبارت از FA's 100 megabits per second. megabits هر چیزی میگا بیتس است. و چی مانا؟ با این مانا که میگه در یک ثانیه، در یک ثانیه این اینترفیس در یک ثانیه میتونه که 100 megabits per second روان کنه. یا کلاک ریت، ما به حساب کلاک ریت خود این اینترفیس 100 megabits per second میباشه. همچنان نظر دوی، همچنان ای اینترفیس چون صد است. اگر اینترفیس ما گیگابیت باشه، گیگابیت باشه و اینترفیس ما فست اینترنت باشه و 100 مگابیت باشه، وقتی که اگر اینترفیس با بیتس با سرعت گیگابیت روان کنه با اینترفیس قابل گرفتنش نداره، چون اینترفیس کلاک ریتش از 100 مگابیت بالاتر نیست، قابل گرفتنش نداره. و اینجا وقتی خودت در راوتر بیایی، راوتر چک کنی ببینید اینترفیس چک کنی ببینید که در زیرش در خود راوتر در اینترفیس سی آر سی یا ایرر است، میبینی که بسیار ایرر آمده در چیز در انترفیس. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه انترفیس میگه تا 100 گرفتن میتونه، بعد از 100 که زیاد میشه و ایرر حساب میکنه، زورش نمیکشه. این شد
bit و physical speed of the link and clock rate. خب ما من فرق بين خي بر فرق بين باندويت و clock rate خي چیست؟ clock rate چیست؟ clock rate میگه میگه وقتی که تو اینمی اینمی انترفیس می که تو آدم اینمی در یک ثانیه از 64 به طور مثال 64 ام بی میگا کیلو سوری کیلوبیت این از نی بابا از این قدر زیاد تو حق نداری که چیز کنی ماکسیمم ماکسیمم از این بالا تو حق نداری که بیت روان کنی بیت روان کنی یا بیت ریسیو کنی عزیز 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 زیاده چون کلاک ریت شا تو به حساب به شکل ریال اکچوال تو چیز کدی ست کدی هارد کود کدی انترفیس گفتی ولو که انترفیس مثلا مثلا به طور مثال انترفیس سیریال است ماکسیمم کلاک ریت شا است از او 1.4 megabits per second است. ولی تو میگی 64 کیلوبیتس بسازه چه؟ پس تو چیز میکنی اینمی انترفیس تو هارد کود میکنی با شکل از یک 64 کیلوبیتس پر ثانیه بگیره ماکسیمم. اما حد اکثرش 64 است. اگر عزیز زیادتر شد دس چیز میکنه انترفیس ایرر نشان میده برات میگه معنی قدر ایرر گرفتیم. پس چیز میکنه میگه که هارد کور میکنی ولی باندویت چی هست؟ باندویت وقتی که خودت نشد برای در انترفیس راوتر میری این کمانده میتی برش که میگی باندویت اینه قدر به این مانا که در اون انترفیس راوتر شاید اینه قدر مثلا گفتی خودت که در انترفیس گفتی که باندویت 100 مگابیت سو میگه اینجا میگه شاید دمی این انترفیسی که در راوتر است این انترفیس ببخشید دهش 100 مگابیت باندویت قابل دسترس است ولی که این تغییر بده این انترفیس تغییر بده 100% انترفیس تغییر بده که تو مثلا چیز هستی داستی کلاک ریت یک انترفیس 10 مگابیت پر سکند است تو بنشته ایده بگی که باندویت 100 تو دهی فکر باشی که والا امین کلاک ریتش تغییر داد به 100 نه هیچ وقت کار نمیتونه کده این کماند این صرف به شکل ورچوالی که این کماند بعض از پروتکول های راوتینگ پروتکول ها استفاده میکنه مثلا یا جرپی برای از اونو چیز میکنه مچک خود حساب میکنه از روی از این نمی باندویت با او حساب میشه و بعض کماند های دیگه استفاده میشه بعض فیچر های دیگه استفاده میشه ولی هیچ وقت به شکل فیزیکی فیزیکال یا اکچوال تغییر نمیده کلاک ریت یک انترفیس ولی کلاک ریت خود کماند کلاک ریت که است به شکل واقعی و اکچوال کلاک ریت یک انترفیس تغییر میده باشین خب این شد باندویت این حال باندویت هم میگیم که کدام اسباب کوالیتی آف سرویس تاثیر گذار است بالای خود باندویت اول خواندیم نه کدام مشخصات بالای کدام مشخصات ترافیک کوالیتی آف سرویس قابل چیز است که تأثیر گذار است و حال میگیم که بالای باندویت مشخص سر باندویت باز اول 4 دانه بود در بخش اول که ما خواندیم 4 تا بود یک باندویت بود دیلی بود جتر بود پک لاس بود باز گفتیم یک باندویت هم میخوانیم حال باندویت که میخوانیم بالای کدام ابزار کوالیتی آف سرویس بالای باندویت تأثیر گذار است اولش چی است؟ کمپرشن است. کمپرشن چی مانا؟ کمپرشن میگه وقتی که تو روان میکنی با یک راوتر مثلا 80 کیلوبیت پر سکند در اون میکنی در راوتر که میرسد چون تو اینجا نشته در راوتر میخوای که فارورد کنی راوتر 80 کیلوبیت در راوتر در این انترفیس راوتر تو کمپرشن کیولیتی آف سرویس کمپرشن از اکتیویت کدی یا بایسا فال ساختی یا کنفیگر کدی این چی میکنه؟ این کمپرس میکنه یا کمپرس چی میکنه؟ اینجا آفشن داری کمپرس چی کنه میشه کنه؟ کمپرس هدر کنم IP پکت هدر کنم یا IP پکت پیلود کنم کدام بخشش کمپرس کنم هدر و پیلود شاید انشاءالله بفهمین که پیلود چی است و هدر چی است خب یک چیز شد یک ابزار یا
quality of service که سبب تاثیر گذار بالای بندویت است، کمپرسیان دومش است، کک از کک چی برشی است، کال ادمیشن کنترل. کال ادمیشن کنترل چی میگه؟ مثلا میگه تو باش مرتم پا کنم اینجا یک رنگه که دیگه بگیرم. تو میگی ما نتورک انجینیر هستم، اینجا یک راوتر دارم اینجا. میگه دی راوتر ما، میگه ما وایس آور آی پی رام کنفیگور کردیم. میگه دی راوتر ما وایس آور آی پی است، وایس است، وایس آور آی پی وی یعنی وایس، وایس آور آی پی کنفیگور است. میگه اینجا می تاور چیز کردی که اینجا مک سوچ چک داری، اینجا مک سوچ است، اینجا یوزر رایت است، یوزر رایت است. میگه که این از نمی نتورک ما، میگه سه کال یا زنگ، سه کال یا زنگ میتونه که این شید چه و در یک وقت، یعنی میتونه که به این که سه نفر میتونه که در یک وقت زنگ بزنه، یک جای دیگره یا برانچ دیگره گپ بزنن، هیچ مشکل نیست. اگر چهارمی، اگر میخواست چه نفر چهارمی زنگ بزنه، بگوی که با استفاده اینی از اینی ابزار که کک کال ادمیشن کنترل، با استفاده از اینی او کالا بگو نه بیادر تو رفته نمیتونی، بان که سه نفر دیگه فعلا گپ میزنه، هر وقت خلاص شد بعد از تو میری. ایره چی میکنه؟ ای کارا چی میکنه؟ ای کارا کک میکنه، کال ادمیشن کنترل میکنه. خب کیوینگ چی است؟ کیوینگ چطور تاثیر داره بالا کیوینگ؟ باز پسان میخونم که خود کیو چی است، چی میکنه و چطور جو کانفیگورش میکنه و چقدر بندویت میتی میشه، ایره پسان میخونیم. نی بندویت می کیو چی میکنه؟ کیو میگه که ما وقتی که تو میخوای مثلا ترافیک روان میکنی، وایس روان میکنی، میگی به حساب امو مثال اولی واره امبولانس واره اول بره از همه ترافیک ده پیشتر و اولیت داره، و ترافیک دوم بعد از ای بره، بعد از وایس بره. ای وایس شد اینی هم دیتا، ترافیک دیتایت است میایه ای از جمعه. تو میگی که ما بندوت مکه هست سرجم، تمام بندوت مکه هست، مثلا ما 25% برای چیز میتم؟ برای وایس میتم. طبعا وایس که میره در پریوریتی کیو میره، پریوریتی کیو میگنشه در اون میره. تو وقتی که تو مجرده که ترافیک تقسیم کردی که ما حساب این ترافیک ما مهم است، این ترافیک ما متوسط مهم است، کم مهم است، هیچ مهم نیست، ایا که تقسیم کردی مجبور هستی که کیو برشان بسازی، به هر کدامش کیو جور کنی که هر کدامش به هر کیو برا. وقتی که تو میگی ما چیزی ما فاست اینجا تقسیم دو کای ترافیک تا، یکی وایس است، یکی دیتا است. دو تا نخی مجبور کیو داری، یکی رو تو ددیکیت کردی به امرای 25% از بندویت، مثلا 25% از بندویت تو به چی دادی؟ به رزینی کیو دادی، ماند 75%. 75%ش به این ماند به دیتا، ماند دیتا استفاده میکنه. پس چی شد؟ اینمی ابزارم تاثیرگذار بالای بندویت شد یا نشد؟ چون این 25% بندویت تا گرفت است بشد، تاثیر داشت برای بنده بتد. این شد کیوینگ. خب میریم به سلاید دیگه، به سلاید بعدی میریم. که در سلاید بعدی ما چی هستک؟ چی بود به سلاید بعدی ما دمی بخش اول اینجا؟ کدام هستک؟ بندویت بود، بندویت را خواندیم، گفتیم که چی هستک، چی میکنه و کدام ابزار بالاش تاثیر گذار است را خواندیم. حالا میریم سر دلی، میگیم دلی چی هستک؟ این آمدیم در دلی. دلی چی هستک؟ دلی میگه دلی بچند به 8 رقم، 8 نوا دلی است، 8 نوا دلی است. یعنی وقتی که یک پکت یا فلو در کوالیتی اف سرویس با چی مانم؟ میگه فلو شامل یک فلو شامل سورس آی پی ادرس، دستینیشن آی پی ادرس، سورس پورت، دستینیشن پورت، یا کلش یک فلوس، یک فلو حساب میشه. وقتی که می یک فلو از یک نقطه به نقطه دیگه خود میرسانه یا به دیگه نقطه میره، اینی 8 9 دلی را متوجهش، 8 9 دلی، این 8 9 دلی متوجهش میباشه. یا اینی 8 9 دلی را در مسیر را میبینه. خب اول میام شروع میکنیم از چیز، از سیریالایزیشن دلی چی هست. فیکس شروعش نشته است. فیکس با چی مانا نشته است؟ که یعنی تو بخوای نخوای هستک، ای دقیق دادن نمیتونیش که بگیم من نمیخوایم هیچ،
او فکس است که او است تو بخوای نخوای چی است فکس سنرالیزیشن دلی چی است سنرالیزیشن دلی مثلا هنا میخوای که یک پکت روان کنم باش من قلم ما بگیرم این دیاگرام است که می هنا میخوام میگم یک پکت روان میکنم اینجا بر از این سرور روان میکنم وقتی که این پاکت پاکت میایه از این این از اینجا این از خود کامپیوتر از این اینجا دین اینترفیس دین اینترفیسش میایه و با سیریالایز میشه مثلا دیکود میشه سوری انکود میشه انکود میشه با 0 1 صفر یک و بالا در فیزیکال لینک جابجا میشه این میره سیریالایزیشن میگه طبعا تو که وقتی که یک پکت میایه و پکت اول شروع میشه و پکت از یک از اپلیکیشن لیر میایه تا پایان میرسه طبعا یک تا یک وقت میگیره این همی وقته که وقتی میگیره تا که 0 1 تبدیل میشه و با یک در بالا یک لینک جا به جا میشه و جا گذاری میشه این میره میگن سیریلیزیشن دلی تو بخوای نخوای یه استک این میخوای استک خب اینجا یک فرمول هم داره که حساب چطور میتونی سریلیزیشن دلی را حساب کنی اینی فرمولش از بت سند و چیز لینک سپید بت سند به چی مانه مثلا میگه که هنا در باید که در چیز بریم در دیاگرام قبلی بریم اینجا هنا میگه که من هنا میگه من روان میکنم 125 بایت 125 بایت روان میکنم یک مگا بایت روان میکنم بر چیز برای سرور روان میکنم این حاله ایره شما تبدیل کنین بین 125 بایت تبدیل کنین به بیت بعد از تقسیم لینک مثلا هست اینجا نشته هست اینجا این لینک هست که فاست اینترنت چند فاست اینترنت یک 100 مگابیت پر سکند است پس نمیره که وقت تبدیل کنین به بیت با بیتس تبدیل کنین تقسیم 1000 کنین نشد تقسیم او را میگا بیتس هم با بیتس تبدیل کنه که تقریبا 100 میلیون میشه دقیق نمیفهم 100 میلیون میشه یعنی با تبدیلش کنین تقسیم کنین بعد از که تقسیم کنین نتیجه شه بگیرین این ضرب 1000 کنین ضرب 1000 به چی مانا؟ ضرب 1000 به این مانا که از ای به سکند به دستتان می نتیجه از این فرموله سکند است شما این ضرب 1000 کنین که به میلی سکند تبدیل شوه میلی سکند تبدیل میشه میلی سکند تبدیل کنین اونمو سیلیزیشن دلی است خب خب می آیم که فرموله شد خب حالا من به دیگه بخش دوم می خوانیم یک درباره دلی که عبارت از پروپاگیشن دلی است اینجا نشته است اینم براتون نشته کرده ایم اینجا این بخش اوسیلیشن دلی را خواندیم یک پروپاگیشن دلی را می خوانیم یک پروپاگیشن دلی چی است یک پروپاگیشن دلی چی است میگه وقتی که یک بیت باش من قلم را بگیرم میگه یک بیت وقتی که این از اینجا یک بیت مثلا صفر از اینجا میایه با سویچ طبعا یک زمان هم میگیره از یک تایی جا میرسه این همی زمان هم بنامه پروپیکیشن دلی میگه یا مثلا از اینی لینک در اینی جمعه یا از اینی جا در اینی جمعه یا از اینی جمعه در اینی جمعه مثلا از اینی جا در اینی جمعه این همی لینک که بین خود برتباط هستن این همی لینک این همی که از اینی جا یک بیت مثلا از اینی جا یک بیت یا زیرو یا وان میایه از اینجا میره به سویچ خودم میرسونه این همی مسیر را که تای میکنه این همی مسیر فیزیکل این همی مسیر را که تای میکنه از اینجا تا اینجا این همی اینجا که وقتی این همی طبعا یک زمان خود میگیره وقتی که یک صفر یا یک حرکت میکنه از این قسمت به این قسمت طبعا یک وقت خود میگیره یک زمان میگیره دیگه این همی را با پروپیگیشن دلی میگه تاثیر مستقیم بالایش تاثیر مستقیم برای پروپاگیشن دلی چی داره به حساب طول یا طویل بودن یک لینک که چقدر طویل است یک لینک یا میتونین پیدا کنین یک پروپاگیشن دلی را چی رقم پیدا کنین میگه اینجا من نوشته کرده گفته پروپاگیشن دلی occurs as the bits traverse the physical length همون گپه را که من زدم گفته وقتی که یک بیت از این نقطه به نقطه دیگه میرسه و این فیزیکال لینک از این مسیر تیر میشه این میره برام پروپاگیشن دلی میگه خب و سرعت از این چقدر است سرعت از این تقریبا اینجا اگه ببینه شما اگه فیزیک خواندین اگه یادتون هست اینی قیمت
چی هست که وقتی که سرعت نور وقتی که داخل اتمسفر چیز میشه چی میگنش از کره زمین میشه مثلا اینجا وقتی که نور میتابه اینجا ما شما یک من نمیفهم یادم رفته که چی میگنش مثلا اتمسفر داخل میشه اینجا نور میشکنه وقتی که شکست تک چی میشه اصلا در این قسمت وقتی که بیرون از اتمسفر چیز میباشه زمین میباشه تقریبا 3 ضرب 10^8 است و وقتی که داخل میشه اینجا در اتمسفر مشکنه نور و سرعتش به چی تبدیل میشه به 2.1 × 10^8 میلی سکند. خب اینی سرعت نور است از طریق به سرعت بینمی سرعت هم همچنان سرعت اینمی بتس بینمی نقطه از اینمی نقطه چی میکنه محاسبه میکنه به او خاطر ایره آوردن در اینجا در اینجا جای به جای کردن اینا در این لینک میبینید شما خودتان ببینید اینجا با پیدا کنید ببینید این فرموله را استفاده کنید که چی میگه اینجا نشتن مثلا نشته کرده که 1000 کیلومتر یا بین خود دور هستن و بتس که داره و بندویتی که در این لینک اویلیبل است 64 کیلو بتس پر سکند پیدا کنین با استفاده از این فرموله باز با ما در کومنت نشته کنین باز با ما میبینم چک میکنم خب من این مال سر کیوینگ دیلی کیوینگ دیلی چی هستک خب اول یک مثال میگیریم میبینیم مثال بعد از باز ما کیوینگ دیلی رو براتون تشریح میکنم که چی است در بین مثال خودتان میفهمیم کیو دیلی چی است خب فکر کنین که یک نفر است یک یوزر است 4 دانه پکت روان میکنه قلم ما بگیریم 4 دانه پکت روان میگیره هر کدام از این 4 هر کدام از این چقدر است 1500 بایت است اینجا نشته کردن 1500 4 پکت 1500 بایت پکت ای روان میکنه وقتی که روان کرد به راوتر راوتر میایه راوتر که وقتی میایه راوتر اولین بایت اولین به حساب پکت را که میگیره که اولین پکتش 1500 بایت است این را چیز میکنه این میایه در این هنوز پسانی را برتون میگم چی است میاید در اینجا در راوتر وقتی که در این انترفیس میرسه ما گفتیم که چی بود سریالیزیشن یعنی که اینمی و دیتایی که ما یا پکتی که ما ایره که به 0 یا 1 تبدیل میکنیم اینمی چی است به نام سریالیزیشن دیلی یاد میشه سریالیزیشن دیلی را اینم برای یک پکت ما اینجا در اینجا چیز میکنیم که با استفاده از فرموله که در سلاید قبلی براتون داده بودم نشته کرده بودم با استفاده از اون فرمول که سریالیزیشن دیلی را چیز میکنیم پیدا میکنیم اینجا با استفاده از اون فرمول خب اول چقدر یک پکت ماست آ 1500 اینه 1500 1500 بایت است آ 1500 بایت خشی تو بعد بت تبدیلش کنیم ضرب 8 میکنیم که با بت تبدیل شه و مساوی میشه با چقدر 12000 بت تبدیل شد بعد از باز لینک سپید ما چقدر است اینجا نشته کرده این لینک سپید ما اینجا چقدر است 56 56 کیلو بت پر سکند اگه 56 کیلو بت پر سکند با بت تبدیل کنیم چقدر میشه میشه که با 56000 بت پر سکند بیت پر سکند از اینجا سکند داره خب بیت پر سکند اینی قدر 56000 چیز میشه بیت پر سکند در لینک ماستک خب اینا رو من تقسیم میکنیم 12000 تقسیم 56000 بیت پر سکند چقدر میشه 0.214 آر سکند میشه بیت به بیت خلاص میشه سکند میمونه سکند میشه 0.214 اگر ایره ضرب 1000 کنیم به چی تبدیل میشه میلی سکند خیلی چقدر شه ضرب 1000 چی کنی چی قدر میشه 214 میلی سکند 214 میلی سکند چقدر یعنی 214 میلی سکند بر یک پکت بر یک پکت که یک پکت که سایزش است 1500 بایت در اینی لینک که به 0.1 تبدیل میشه به 0.1 تبدیل میشه چقدر وقت در بر میگیره 214 میلی سکند 214 میلی سکند در بر میگیره
خب اگر چهار، اگر کل از این چهارش حساب کنیم، هر چهار از یارو حساب کنیم که چقدر می چقدر وقت در بر میگیرم، هر چهارش حساب کنیم ما که 4000 بازی میکنیم، ما که 856 اش میلی بر کل از این، تا که کل از این میار 4 پکت به 0 1 تبدیل میشه، چقدر می 856 میلی سکن در بر میگیره. خب پکت اولا که وقتی می راوتر به 0 1 تبدیل میکنه، این سه پکت دیگه کجا باشه چیکنه؟ تا کیا منتظر باشه برای مثلا 214 سکند دقیقه میگیره تا که به 0 1 تبدیل کنه. این پکت دوم و پکت سوم و پکت چهارم چی خواد کرد؟ کجا رفت؟ در کجا می باشه؟ این اینجاست که به حساب ما استفاده میکنیم در راوتر کیو را. کیو چی است؟ یک میموری است که یک ذخیرگاه یا یک میموری است برای در راوتر که اینمی پکت هایی که آمده، اینمی چهار پکتی که استفاده میگیم ما شما که آمده، یک پکت این اینجا نو به سیریال تبدیل میشه، به صفر یک تبدیل میشه، باقی مانده پکت دیگر باید از راوتر در یک جای خود ذخیره کنه تا که یه خلاص شود، کار از این پکت اول خلاص شود، بره به صفر یک تبدیل شود تا پکت دوم بگیره، پکت سوم بگیره، پکت چهارم بگیره. اینمی ذخیره گاره، اینمی ذخیره گاره، اینمی میموری را به نام چی میگه؟ میموری به نام کیو میگنش، کیو میگنش. اینمی میموری خب حالا کیو را فهمیدم که نمی ذخیره گاهی به حساب در راوتر که است که نمی پکت هایی که باقی مانده را تا که منتظر می باشه تا پکت اول بره، اینمی ذخیره جا، اینمی ذخیره گاه را به نام ذخیره یا به نام مموری کیو میگه یا بافر میگنش یا کیو میگنش. خب ایشت پکت ما، این پکت اول ما رفت. خب این حالا چقدر میگم میگم که این پکت ما، پکت اول چقدر دلی داشت تا که با تا که برای تر به حساب دیگه دیوایس برای زیجه برای برای پکت اول ما در دکیو چقدر در کیو دلی نداشت، مستقیم وقت در دکیو دلی نداشت، در کیو این سیریالیزیشن دلی رو نمیگم براتون که با سیریالیزیشن دلی تبدیل شد یا سیریالیز شد یا 0 1 تبدیل شد، اینو نمیگم براتون، میگم چقدر وقت در بر گرفت نمی کیو، چقدر وقت می کیو بود که تا این رفت به اینجا نبود، امی اول کمی اومد، پکت اول کمی اومد، در کیو مستقیم رفت به سیریالیزیشن. پکت دوم چقدر وقت در بر گرفت تا که به حساب چی شود چی میگنش نوبت ازی برسه، چقدر 214 سکند منتظر بود. من در سلاید دیگه براتون میام، در سلاید دیگه اینه ماشیر پاک کنم. خب این آمده، این پکت دیگه آمده اینجا میبینیم در پکت اول که در اینجا در پکت اول آمده رفت سیریلایز شده، اینه به سیریل 0 1 تبدیل شده، آمده چقدر وقت در بگیرده؟ 214 رو در بر گرفته. خب چقدر وقت پروپاگیشن دیلی رو در بر گرفته؟ با استفاده از فرمول که قبلا ما نشته کردم اینجا 4.8 میلی سکنه در بر گرفته تا که سرجم یک پکت داره که ما شما حساب کنیم که چقدر وقت در بر میگیره، در بر گرفته تقریبا حسابش که کنیم از اینجا جمع اینه میره جمع کنیم 214 میلی سکند، جمع 4.8 میلی سکند و اینه میره تبین این پکت اول است، دلی پکت اول است که تا برای اوتر دوم برسه. پکت دوم چقدر وقت در بر میگیره؟ اینه گپ جمع چیز کنید شد یک 214 دیگر را اضافه کنین، به خاطر که 214 در پکت دوم چرا اضافه کنین 214 را؟ به خاطر از اینکه 214 میلی سکند منتظر بود یادم، یادم 14 میلی سکند چطور منتظر بود؟ به خاطر از اینکه پکت اول 214 میلی سکند در بر گرفت تا که به سیریالایزیشن تبدیل شد، تا که تبدیل میشد به سیریالایزیشن 214 میلی سکند گرفت، تا مجبور است که پکت دو منتظر باشه در کیو. جمع ازی کنین این حاله پکت سیم چی رقم است؟ پکت سیم هم بر منتظر عزیز، منتظر عزیز تک اردیش جمع ازی کنین نشین حاله باز پکت سیم باز جمع چارده کنین پکت چارده ما چاره ما مینمی رقم منتظر عزیز، منتظر عزیز تا کی برد؟ تا کی سیری لایس شد؟ تا کی سیری لایس دوم تا سیری لایس شد؟ پکت سیم سیری لایس شد باز چارم جمع چار کنین. وقتی که کل از این پکت ها را میگین، اگر بگین کل پکت ها، اینمی پکت ها کل از یا در چه وقت، در چه وقت بر راوتر دوم میرسه، پس خیلی اینی رقم کنین که ضرب در چار این مساوی بعد از باز جمع چی کنین؟ جمع اینمی هر کدام میشه جمع این زمی سیریال
سیریلایزیشن میلی سکند و 4.8 میلی سکند کنیم که ترجم کلش میشه 860 میلی سکند. وقتی که اینمی 4 پکت کتاب به اینمی راوتر دوم برسه چقدر وقت در بر میگیره؟ 860 میلی سکند در بر میگیره. خود ای خود به حساب ای وقت است که هیچ کس در لینک نه به حساب کس دیگه استفاده نمیکنه، یا گنی یوزر است، یک یوزر آمده. اگر یک دفعه یوزر به جای 4 پکت 100 پکت روان میکرد باز چی؟ اگر به جای زی مثلا یک یوزر دیگه یک 100 پکت او روان میکرد باز چی میشد؟ پس اینه میجاست که ما شما دلیم چیز ما کیو ما بسیار مورد ضرورت ما می باشه. اینمی جاست که مجبور راوتر باید از کیو داشته باشه بر از اینمی پکت هایی که میایا در اینجا تا که به سیریال تبدیل میشه، تا که به سیریلایزیشن هر پکت به سیریلایز میشه. چیز از چی میگنشه؟ این پکت ها باید از در راوتر هر در میموریش چی باشه ذخیره شوه، ذخیره شوه. و ایترام نیست که در هر راوتر تو بگی که مثلا هر چقدر پکت کامد آمد و بیایه راوتر ما باید از کلش ذخیره کنه. نه، این کار نمیکنه. پکت هر کیو از خود یک لیمیت داره، یک لیمیت داره. وقتی که لیمیتش مثلا نشته است می باشه، مثلا میگم ما در راوتر در اینترفیس که وقتی برین نشته می باشه لیمیتش چقدر است، مثلا میگم من 64 پکت از ذخیره کرده میتونم. این که به حساب وقتی که 65 شوه عاجل یک پکت شد، این پکت 65 ما راوتر از بین میبره، دراپش میکنه. اینو به نام تیل دراپینگ میگن. در حساب کوالتی اف سرویس تیل دراپینگ میگن. ایره میگم ایره دراپ میکنم. خیلی آل فامیدیم که کیو چی هستک و وقتی که بگویم که کیوینگ دیلی چی هست به این مانا، کیو دیلی چی هست به این مانا که اینمی پکتی که میمونه در این داخل از اینمی کیو منتظر میمونه، اینمی رو بنام کیوینگ دیلی میگه. خب آل میگم که دیگه بخش چهارم از دلی را میخوانیم که عبارت از فاوردینگ دلی است. فاوردینگ دلی قدر چیز نیست که جزئیات نداره. خب مثلا براتون میگم که چی است که وقتی که اینی پکت مثلا یک پکت ما که 1500 بایت است، این کتاب اینی اینترفیس تا به اینجا که میرسه تا اینجا که میرسه به چی مانا؟ وقتی که راوتر این را میبینه میخونه این فریم که آمده، این را میخونه واز میکنه، دستینیشن ادرسش را میبینه که از کدام پکت از کدام اینترفیس اوت شوه بره. اینمی که وقت پروسس میشه اینجا در این داخل راوتر پروسس میشه و میایه در این اینترفیس جا به جای میشه و با سیریلایزیشن با کیو آوتپوت کیو اف دس امی اینترفیس جا به جا میشه. اینمی را به نام فوروردینگ دیلی میگه. خب در سویچ در وقتی که سویچ باش داشته باشین، در نتورکتان سویچ داشته باشین، سویچ فرق میکنه فوروردینگ دیلیش. به خاطر از اینکه سویچ میتونیم که سویچ ما به 3 نوا فوروورد کنه چیز فریم ما را که اگر شما در سی سی نی خوانده باشین، اگر یادتان باشه در سی سی نی استور اند فورورد میکنه. استور اند فورورد چی معنی؟ یک رقم سوچ میتونه باشه که به شکل استور اند فورورد باشه. استور بچی مونا وقتی که یک فریم برش میه تا که این فریم مکمل کلش نگیره، ایره پس روان نمیکنه، داوت پوت کیو نمیندازه. ایره دوباره سوئچ برتون میگم، دوباره سوئچ برتون میگم. اگر دیگه رقم سوچ که حساب میتونین که کترو یعنی می که وقتی که پیش از یک تمام فریم به ما برسه، پیش از یک تمام فریم در سویچ برسه، در خود سویچ برسه چیز میکنه سویچ. باشم برتون اینجا پرت میکنه سویچ. فکر کنید که در اینجا فریم آمد و میخواهی که از این اینترفیس برایه و ای تا که ای فریم در اینجا اینترفیس در این سویچ که از دینیج تا که مکمل کل فریم به من نرسه، ما ایر فورورد نمی کنم. چی شده که ای به نام کات اند استور شد، تایپ اف سویچ شد. اگر ای به بگه که ما تمام از ای فریم منتظر تمام فریم نمی باشه، روان میکنه
منتظر کل فریم یا نمیرسد، صرف فریم یا مثلا نصف فریم رسیده می باشه، می روان میکنه، ایده بنام کات ترو تایپ اف سویچ میگه. و اگر بگیم که دیگه تایپش که از یک فرگمنت فری استک، فرگمنت فری چی میکنه؟ میگه که ما وقتی که فریم آمد، من منتظر 64 بایت هستم. وقتی که 64 بایت به من رسید، موجوداتی رستارت میکنم با فوروردینگ. ده چی میپردم؟ به حساب ده کیو که به حساب فورورد میکنه the end output queue of this interface. خب ايش شد که forwarding delay؟ اینمی از forwarding delay. صرف این پروسسر که میگیره نمی پروسس که میشه و تا که میرسه و از بورا میخانه راوتر و یا سویچ میخانه و تا جا بجاش میکنن the output of queue of interface اینمیره با نام forwarding delay میگه. باش که چیز از یادم نره که فوروردینگ دیلی فرق میکنه نظر به دیوایس راوتر یا سویچ. اگر راوتر یا سویچ قوی باشه و پروسسرش قوی باشه اونو تیزتر چیز میکنه فوروورد میکنه، و اگر ضعیف باشه سلوتر فوروورد میکنه. خب حالا میایمک دیگه بخش از دلی را که عبارت از شیپینگ دلی است. شیپینگ دلی چی است؟ خب شیپینگ دلی را بدتر جزئیات و ما شما کنفیگور میکنیم میره بالای راوتر در چپتر ششم. ایره ما صرف همت اینجا صرف همت خلاص برتون میاد میکنیم برتون میگم دیگه اصلا کنفیگورش و تمام معلومات جزئیات درباره شیپینگ در چپتر ششم بخیر میخونیم. خب شیپینگ چی است؟ شیپینگ بخصوص ای شیپینگ در کجای اپلای میشه؟ در جایی که تو مثلا راوتر تو که سرویس پرووایدر ار چیز است کنکت است، راوتر تو که سرویس پرووایدر کنکت است، در اونجا تو باید شیپینگ داشته باشی. با چی خاطر؟ اینجا نشته کده، میبینین اینجا که نشته کده AR access rate 128 کیلوبیت پر سیکند. با چی مانا؟ که این لینکی که از بیتوین این لینکی که از باش ما قلمه بگیریم بازه جانش رنگش هم تغییر بتم به رنگ میگه وقتی که این لینک ما این لینک تا اینجا که از این لینک میگه اینی اکسس ریت و این لینک هر دویزی میگه اکسس ریتش که است 128 کیلوبیت پر سیکند. به چی مانا؟ که در یک ثانیه 128 کیلوبیت میتونه که روان کنه ای به سپید از او بیت روان کنه به سپید 128 کیلوبیت پر سیکند. ولی سی آی آر اگر در سلاید قبلی براتون گفتم که سی آی آر چی هست، کمد انفورمیشن ریت چی هست، این دیگه کنم کانترکت است که خود سرویس پرووایدر چیز کردی چی نام داره امضا کردی که چقدر است. ما لینک اپ لینک ما 64 کیلوبیت پر سیکند است. خب به این مانا برای سرویس پرووایدر چی مانا میده؟ این وقتی که دیر امضا میکنی برای سرویس پرووایدر چی مانا میده؟ میگه ما با تیس ما اکسس ریت ما با تو لینک ما با اکسس ریت ما میتیم 128 کیلوبیت پر سیکند، ولی تو از 64 کیلوبیت پر سیکند اضافه چیز کده نمیتونی استفاده کرده نمیتونی. اگر زی زیاد شد من پاکت های تکلش دراب میکنم. خب این حالا چی میکنی؟ چی میگی؟ تو مجبور هستی که اینجا مجبور به اینجا میشی که تو اینجا یک شیپینگ در این انترفیست و در این انترفیست شیپینگ این انترفیست شیپینگ چیز کنی چی میگنش کنفیگر کنی که تا ترافیکی که اینجا میایه از اینجا که میایه از قسمت لان انترفیست تو که میایه به اینجا که میرسه اینجا باید از فکس 64 آره 64 کیلوبیت پر سیکند زیاد نشه. اگر زیاد شده که سرویس پرووایدر رو دراپ میکنه برات، دراپ میشه پکتت. و ما میفهم که هیچ انجینیر نمیخواد، نتورک انجینیر نمیخواد که پکتش دراپ شه. میگه خیره ببخشید این حال وقتی که اینجا میای پکت ها که اینجا میای در این قسمت در این تا این قسمت که میای بسیار به صورت زیاد چون اینجا گیگابیت است فکر کن لان انترفیس اند که در گیگابیت انترفیس وصل است. این بسیار به صورت جمعی اینجا مجبور است که ایره باید از راوتر پکت هایت در این انترفیس دلی کنه و با چی قدر بسازش؟ با 64 کیلوبیت پر سیکند بسازش. در غیر از او اگر زیاد شد خونه دراپش میکنه. اینمی است که میگیم ما شما شیپینگ باز زیادتر بشه در چیز میخونه مک در
در چپتر ششم می خونیم، ولی را بفهمین که شیپینگ وقت استفاده میکنه مک، اما چیزی را که به حساب چیزی را که سرویس پرووایدر میخواه، اونمو سپید یا اونمو کمیت انفرمیشن ریت را که به حساب سرویس پرووایدر میخواه، ما شما امضا کردیم که سرویس پرووایدر اونمو رقم لینک یا اگر شیپینگ نداشته باشین، چون چیز است چی میگنشم اینجا نشته است که نه، شما مثلا سرویس پرووایدر خودش اینجا در این اینترفیس خود انداخته که به حساب یا اونمو کلاک ریت انداخته 64 یا اکسس ریت است مثلا 128، ولی اینجا خود چیز چی میگنشه سرویس پالیسی اپلای کرده که اینیمی چیز ما مشتری ما از 64 کیلو بیتس پر سیکن اضافه کردن از زیاد اضافه کردن ندارن. تو اینجا هیچ نداری میگه برو در قصهش نیست مک، من همه پرت مک بیاز اونجا و من اکسس 28 کیلو بیتس اکسس ریت مست مک، من روان میکنم مک در قصهش نیستم. تو هیچ خبر نداری که تو پکت های روان کده میری یک از 64 زیاد شده برای اینجا اینی دیوایس چیز چه میگنشه دیوایس سرویس پرووایدر اینجا در این اینترفیس کلش دراپ شده میره، تو هیچ خبر نداری اینجا دراپ شده میره، پس مجبور هستی 100% تو باید شیپینگ داشته باشی. این شد شیپینگ دیلی. یعنی دیلی چی رقم؟ یعنی مجبور است که نمیز به صورت دیلیش یعنی چی رقم؟ به این رقم که یعنی وقتی که بسیار به صورت جمعه مجبور است که صبر کنه، یعنی می دیلی شد شیپینگ دیلی به وجود آمد. خب حالا من که دیگه بخش از دیلی رو میخوانیم که عبارت از نتورک دیلی است. که نتورک دیلی چی است؟ که مثلا اینجا خودت سرویس پرووایدر است، داری یک اینی بخش که از فکر کنید یک ولایت دیگه افغانستان است، یک نمایندگی است و اینی راوتر اینی یک نمایندگی دیگه ده کابل یا ده افغانستان است. خب ایناله دلی از اینی راوتر تا به اینی راوتر که میایه اینی میره نتورک دلی میگه، ای به خاطر ای ما شما کالکولیت کرده نمیتونیم، میره به حساب در فرموله انداخته نمیتونیم، میره پیدا کنه نمیتونیم، به خاطر فرق میکنه هر سرویس پرووایدر فرق میکنه. ای نظر به چی هست؟ نظر به نمو کانترکت براتون گفتم در سلاید قبلی، کانترکت اس ال ای سرویس لول اگریمنت، در اونجا باید اینجا نشته می باشه از طرف سرویس پرووایدر که ما ماکسیمم اینقدر دیلی پکتت ماکسیمم اینقدر دیلی داشته می باشه پکتت، یعنی از اینکه پایانتر می هست تک مگه مکسیمم اینه قدر از اینکه در زیادتر نمیره به حساب تخیر نمیشه در دیگه اینه میره برام نتورک دلی ای میگه. خب آمدیم در بخش دیگه برام کودک دلی چیست؟ کود دی کود ای برای چی استفاده میشه؟ برای وایس استفاده میشه، برای وایس که وایس کود و دی کود میکنه، این دلیش فرق میکنه. دیگه کمپریشن است که کمپریشن دلی را که براتون گفتم که وقتی که بندوت میخوای بندوت تا چیز کنی چی میگنش ریدیوز کنی یا کم استفاده شو کمپریشن استفاده میکنی که تا پکت ها را کمپرس کنه، و کمپریشن هم گفتم تا که میتونه که یا آی پی هدر پکت چیز کنی کمپرس کنی یا پکت هدر یا پیلود پکت چیز کنی پیلود پکت چیز کنی چی میگنش کمپرس کنی. اینه میگه هر کدام از یک وقت میگیره که تا پا کمپرس میشه یا تا کود و دیکود میشه وایس، اینه میگه یک وقت میگیره، اینه میگه همش جزء از دلی است. خب این شد این بخش ما تمام جزئیات دلی را خواندیم، چند نوع دلی است، کدام رقم است، کلش خواندیم دیگه بند و بیت. خب این بوده که بخش دلی و بند و بیت ما، و اینی بخش دیگر بخیر ما شما در ویدیو دیگه میخوانیم، جتر و پاکت لاس در ویدیو دیگه بخیر میخوانیم. خدا کنه که ویدیو ما خوشتان آمده باشه، از خوش آمدن که زیادتر قابل بر شما
قابل درک باشه، قابل فهم باشه. بازم کسی که نفهمید یا نمیفهمه مرا بگوین، در کامنت نوشته کنین، ما تغییر میتم، تغییر میتم طریقه در زدن ما، طریقه گفتار ما. مگم بعض اوقات ببخشین که من بعض اوقات از دانم انگلیسی میبرایه که ای کدام دیگه چیز نیست، در دانم شیشته. ما بسیار معذرت میخوایم، ما بسیار کوشش میکنم. شاید ببینید در ویدیو ما که من زیاد مکس میکنم، در این گپ زدن خود کوشش میکنم زیاد که من دری گپ بذارم، مگم از پیشم انگلیسی میبرایه، از دانم انگلیسی میبرایه. دیگه خدا کنه شما کدام چیز دیگه فکر نکنین، کدام چیز دیگه نیست. ما بسیار کوشش میکنم که همین دری گپ بزنم. و بازم اگر ویدیو ما برتون قابل درک نیست، برام بگوین، من بسیار کوشش دیگه میکنم، حد نهایی خودم میکنم که برتون یک ویدیو خوب و قابل فهم برتون باشه. هدف اصلی من اینمی است که بر شما همو معلوماتی که است پیش ما امور بر شما، بر تمام جوانان افغانستان برسانم و یک کمک شوم برشون. خوب، این شد ویدیو امروز ما. دیگه باز بخیر، من دیگه ویدیو رو میسازم در باره بخش دیگهش. فعلا خداحافظ. همیش در دعایتان از یادتان نرم. فعلا خداحافظ. باز بخیر، صدای مرا میشنوین. خداحافظ.